دختری که توسط یه روح شیطانی تسخیر میشه و روز به روز رفتار وحشیانه تری نشون میده. گلاسیا سلام. امروز میخوام یه سر بریم به تایلند و فیلم د مدیوم محصول سال 2021 رو ببینیم. این فیلمو چند نفر پیشنهاد داده بودن توی کانال و خودم بالاخره دیدمش و واقعا به نظرم یکی از بهترین های آسیاه. حقاً باش که سال 2021 به عنوان بهترین فیلم ترسناک آسیا شناخته شد. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپول و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم بدهکده دو کشور تایلند میره. یه گروه مستندساز در حال مصاحبه با زنی به نام نیم هستن و یه مدیوم حرفه‌ایه. مدیوم به کسی میگن که با دنیای ماورای طبیعی مرتبطه و یه واسطه بین دنیای آدم‌ها و دنیای ارواحه. نیم توضیح میده که توسط خدایی به اسم بایان تسخیر شده. مردم دهکده هم اینو واقعا باور دارن و نیمو مثل یه پیامبر قبول دارنش. پیروان نیم همیشه کنارش رو میکنن و تو مراسم‌های مختلف هم ازش کمک میگیرن. نیم توضیح میده که بارها تونسته بیماری‌های مختلفو شفا بده و خیلی تو کارش خفنه. اینم میگه که خدای بایان همه زن‌های خانواده‌شو به عنوان پیامبر انتخاب میکرده. مادر بزرگ و مادر خودش هم مثل خودش مدیوم بودن و بعد اونا خواهر نیم قرار بوده این قدرت رو بگیره. اما چون میترسیده دین خودش رو به مسیحیت تغییر میده و خدای بایان وارد بدن نیم میشه. مستندساز میپرسه وقتی واردت شد صدای شیطانی در آوردی، رفتار عجیب داشتی یا چطوری بود؟ نیم میخنده و میگه اینا برای فیلم هاست. لحظه تسخیر من خیلی مقدس و قشنگ بود. سوال بعد در مورد شفای مردم و نیم میگه من فقط وقتی میتونم مردم رو نجات بدم که هیچ دکتری نتونه این کارو بکنه. فیلم بردانی پرسه از این قدرت پشیمونی یا نه و نیم میگه قبل تسخیر شدن خیلی میترسیدم. حتی خواستم جون خودمو بگیرم چون بیماری وحشتناکی داشتم و اصلا خوب نمیشدم. اما هر سری خدای بایان نجاتم داد و فهمیدم مسئولیت واقعیم رو زمین همینه. برای همینم قبول کردم واردم شه. حالا نیم همراه گروه مستندساز به مراسم سوگواری نزدیک شهر میرن. نیم توضیح میده اینجا مراسم خاکسپاری شوهر خواهرمه که چند روز پیش اونو شاید دست داده و سکته کرده. همه مردای خانواده شوهر خواهرم به شکلای عجیب از بین رفتن و دیگه برامون عادی شده. همونطور که گفتم شوهر خواهرم سکته قلبی کرد. پدرش سالها پیش جون خودش رو گرفته بود. پدر بزرگ زیر مشت و لگد کتک خورده بود و از بین رفته بود. بدترین اتفاق هم از بین رفتن پسر خواهرم بود که توی تصادف با موتور جونش رو از دست داد. الانم فقط خواهرم نوی و دخترش مینک برامون باقی موندن. با یه نفر دیگه هم آشنا میشیم، مردی به اسم مانیت. مانیت برادر همین دوتا خواهر ما یعنی نیم و نویه. حالا کل خانواده رو دیگه میشناسیم. مراسم سوگواری تموم میشه و آخر شب فقط آشناها میمونن. مینک که تازه پدرش رو از دست داده کنار دوستاش داره مشروب میخوره. دایش یا همون مانیت هم با چند نفر دیگه تخته بازی میکنن که یه دفعه مینک شروع به داد زدن میکنه. وقتی آروم میشه رفتارش برای مدیوم ما یعنی نیم خیلی عجیبه. بیکم بهش مشکوک شده. اینم توضیح بدم که خانواده خواهرش یعنی نوی با برادر خودش یا همون مانیت زندگی میکنن. البته خود مانیت هم جدا زن و بچه داره. یعنی دوتا خانواده همیشه پیش همن. امشب هم نیم کنارشون میمونه. قبل خواب متوجه یه چیز عجیب میشه. خواهرزادش مینک به پیرزن همسایه که نابیناس زل زده و بعد مدتی میخوابه. روز بعد که گروه فیلمبرداری برای مستند میان متوجه میشه همون پیرزن نابینا جونش رو از دست داده. نیم یو خواهرزادش رو میبینه که داره با بیخیالی اونجا دور میشه. میره دنبالش و اونو در حالی که مثل روانیا به در خونه زل زده نگاه میکنه. حالا شکش بیشتر و برا همینم سری به خونه خواهر و برادرش میره. شروع به گشتن اتاق مینک میکنه و خواهرش هم میاد اینجا. هرچی میپرسه چی کار میکنی؟ نیم جواب نمیده و یه عروسک عجیبی رو که پیدا کرده نشون میده. خواهرش نمیدونه این از کجا اومده که مینک سر میرسه. شروع به داد زدن میکنه که تو اتاق هم چی کار میکنید و حالا از این طرف مادرش هم طرفشو میگیره و نیم رو از خونه بیرون میکنن. قبل رفتنم میگه دیگه حق نداری نزدیک دخترم مینک شی. یه روز دیگه هم میگذره و حالا گروه مستندساز به مینک بیشتر علاقه‌مند شدن. اونم که رفتارش انگار عادی شده ازشون دعوت میکنه تا برای مصاحبه‌ای به محل کارش بیان و بیشتر باهاش آشنا شن. چند نفر از این گروه هم دنبالش راه میافتن. زندگی مینک عادیه و نه تنها کارش بلکه همکاراش هم خیلی دوست داره. وقتی ازش در مورد خالش نیم سوال میکنن و میگن که در مورد خدای بایان چه نظری داری، شروع به مسخره کردن و خندیدن میکنه چون هیچ اعتقادی بهشون نداره. حالا مصاحبه چند نفر دیگه گروه هم با مادر مینک میبینیم. نوی در مورد زمانی که مادرش داشت دنیا میرفته صحبت میکنه. انگار خدای بایان میخواسته وارد بدن اون بشه اما نوی قبول نمیکرده. روز به روز حالش بدتر میشده. مدام عصبی بوده و حتی نزدیک به چند ماه بدون وقفه عادت ماهانه داشته و خونریزیش بند نمیومده. تا زمانی که خواهرش نیم دست به کار میشه و قبول میکنه که خدای بایان وارد بدنشه.
نوعی های کم عصبانی میشه و میگه از خودم بدم میاد که این بلا رو سر خواهرم آوردم. برمیگردیم به مصاحبه با مینک. به یه مزون رفته که لباسی امتحان کنه. یه جشن بزرگ توی شهره و همه دخترای شهر باید خودشونو قشنگ کنن. اینجا فیلمبردار صحنه ای از مینک میگیره که یه جفت کفش بچگونه میخواد پاش کنه و با ذوق میخنده. بعدم دنبال مینک به یه کلاب میرن که میخواد با دوستاش بگرده و اونا هم با دوستاش صحبت میکنن. از یکی میپرسن رفتار عجیبی از مینک دیدید که اونم میگه نه، فقط از زمانی که خیلی وقت پیش بچه‌شو انداخت یکم ناراحته. بعدم یه فیلم نشون میده که تو این فیلم مینک رفته توی پاساژ و با دیدن شهربازی بچه‌ها رفتارش بچگونه میشه. شروع به رفتارهای کودکانه و بازی با اونا میکنه. حتی سر اینکه یکی نوبتشو میگیره عصبانی میشه و داد میزنه. بعد مدتی مینک حسابی مست و فیلمبردارم دنبالشه از کلاب خارج میشه. مینک به جای خونه به محل کارش میره و همونجا میخوابه. فیلمبردارم میاد بیرون و صبح بعدی برمیگرده. شرکت باز میشه و همه با دیدن مینک متعجبن. وقتی بیدار میشه یهو همه به ایش زور میزنن و بعضی حالت تهوع میگیرن. فیلمبردار میفهمه که از پایین تنه مینک مقدار زیادی داره خون میریزه و بوی افتضاحی هم ازش بلند شده. دخترم میاد دور سرویس و بعد تمیز کردن خودش با حالی داغون به سمت خونه راه میفته. وقتی هم میرسه مادرش نگرانه، اما هرچی میپرسه چی شده مینک جواب نمیده. بعدم میره تو اتاق و درو قفل میکنه. شب شده و مادر مینک که نگرانه میره تا با برادرش مانیت صحبت کنه. برادرش برای شنیدن حرفای نوی بهش میگه رفتار دخترت دقیقاً شبیه خودته. یادت وقتی 20 سالت بود و خدای بایان میخواست تسخیرت کنه دقیقاً همین کار رو داشتی انجام میدادی. الانم بهترین راه اینه که از خواهرمون نیم کمک بگیری تا مراسم انتقال خدای بایان به مینکو انجام بده و بیماریش تموم شه. البته که نوی نمیخواد دخترش وارد این داستانا بشه. روز بعد میرسه و دوباره یکی از فیلمبردارا دنبال مینکه. این دختر دلدل شدیدی داره. بیرون خونه سو یه رفه با یه مسافر دعوا میکنه و بقیه هم از تاکسی میندازنش بیرون. اونم آبجوی میگیره و در حال مست کردن هی با خودش حرف میزنه. آخر شب و حالا فیلمبردارا چیزهایی که این دو روز ضبط کردن رو به مدیوم اصلیمون یعنی نیم نشون میدن. اون یهو نگران میشه و صبح روز بعد به خونه خواهر برادرش میره. مانیت و همسرش کنار نوی دارن صبحونه میخورن و نیم میگه من دستبندم رو اینجا گم کردم. خواهرش نوی هم میره که براش پیدا کنه. به محض رفتنش نیم و برادرش میرن به اتاق مینک. یواشکی ازش میپرسن این اواخر خواب عجیب دیدی یا نه، صدایی تو سرت میشنوی؟ قبل جواب دادنش هم یهو مادر مینک سر میرسه و با عصبانیت خواهرش رو بیرون میکنه. عصر میشه و میبینیم که مینک و مادرش به بیمارستان میرن. هرچی آزمایش انجام میدن هیچ دکتری نمیتونه دلیل درد شدید شکم و سر مینک رو تشخیص بده. یه مصاحبه هم با مینک انجام میدن و اونجا مینک میگه که چند وقته یه خواب شبیه به هم میبینه. تو این خواب یه مرد شیطانی چاقوی دست گرفته، رو بدنش هم کلی طلسمه. یه مرد دیگه هم روی زمین و گردنش جدا شده. روز بعد مینک دوباره میره سر کار و اصلا حالش خوب نیست. به قدری دردش زیاده که میره دستشویی و فقط داد میزنه. اینجا دیگه رئیس شرکت عصبانی میشه و وقتی مینک برمیگرده اونو اخراج میکنه. مینک هم با عصبانیت لوازمشو جمع میکنه و از شرکت خارج میشه. فیلم بعدام دنبالشو با هم به همون جایی میرن که لباس سفارش داده بود. روز جشن رسیده و در حال آرایش کردنه که یه رفیق رفتار عجیب تری نشون میده. به شکلی دردناک ناخونهاشو به لثه‌هاش میکشه و بعد مدتی به خودش میاد که میبینه همه دهنش خونی شده. شب میرسه و موقع جشنه. مادرش و خانواده دایش هم اونجا رو دارن دست میزنن که یه رفیق مینک شروع به پرت کردن لوازم و آشغال سمت مردم میکنه. یه روز دیگه میگذره و اول صبح مینک باز میره سر کار. انگار نه انگار اخراج شده که رئیسش میاد و دستور میده نگهبانا بنزنش بیرون. حالا فیلمبردار کنجکاو و از رئیس شرکت میپرسه چرا اصلا مینک رو اخراج کردید و اونم یه فیلمی از دوربین مداربسته نشون میده. تو این ویدیو مینک داره با همه مردهایی که همکارشن نوبتی رابطه برقرار میکنه. شب شده و مادر مینک میره کلیسا که دعا کنه و وقتی برمیگرده دخترشو تو حال افتضاح میبینه. مینک غرق خون افتاده و جون خودشو گرفته. نوی و برادرش هم سریع به بیمارستان میرسوننش و شانس میارن که نجات پیدا میکنه. از اون طرف هم نیم خودشو به بیمارستان میرسونه و همین که میرسه خواهرش بهش میگه اون مراسمی که لازمه رو انجام بده تا خدای بایان وارد دخترم شه، دیگه خسته شدم. اما نیم بهش میگه فعلا نمیشه این کارو انجام داد. ما اصلا مطمئن نیستیم که این کار خدای بایان باشه، ممکنه یه روح شیطانی رو وارد براش بکنیم. برای اینکه از این قضیه مطمئن شن همراه برادرش به خونه میرن و شروع به گشتن اتاق ها میکنن. به اتاق برادر مینک میرسن که جونشو از دست داده. یادتونه که گفتم به خاطر یه تصرف موتور به این رفته بود. نیم حالا یه چیز مهم میفهمه. این پسر در اصل خودش رو از درخت آویزون کرده. فقط خانواده‌اش برای حفظ آبرو گفتن که با تصرف از دنیا رفته. نکته تلخ‌تر اینه که مینک و برادرش با همدیگه رابطه عاشقانه و حتی جنسی داشتن.
حالا نیم میگه من مطمئنم که روح شیطانی که میخواد وارد نیم بشه همون برادرشه، کسی که جون خودش رو میگیره برمیگره تا اونی که عاشق شرم با خودش ببره. با روشن شدن هوا درختی که برادر مینگ خودش رو ازش آویزون کرد و پیدا میکنه و مشغول به انجام مراسم میشه. دعا میکنه که برادر مینگ رو تنها بذاره و انقدر آزار نده. چند روز همونجا میمونه و این کارو ادامه میده. در همین حالم بالاخره مینگ از بیمارستان مرخص میشه، اما مادرش حرفای خواهرش نیم رو راجبه ارواح شیطانی باور نکرده. برای همینم بدون اطلاع یه مدیوم دیگه پیدا میکنه تا مراسم لازم برای ورود خدای بایان به بدن دخترش انجام شه. برادرش هم که اینو میفهمه سری به خواهر دیگه‌شون نیم خبر میده و طولی نمیکشه که خودشو میرسونه همینجا. سری مراسمو به هم میزنه اما انگار یکم دیر شده، چون مینگ شروع به وحشیگری میکنه و میفته به جون مادرش، انقدر میزنتش که بیهوش شه و سری فرار میکنه. تا آخر شب همه اهالی محل شروع به گشتن دنبال مینگ میکنن اما هیچ خبری ازش نمیشه. از اون طرف هم نیم و خواهرش نوی به کوهستان میرن که محل عبادت خدای بایانه، برای کمک گرفتن دعا میکنن و برمیگردن خونه. حالا میرن به اتاق مینک و میگردن بلکه سرنخی ازش پیدا کنن. مینک از همه جا چیزهای چندش مثل پوشک‌های استفاده شده یا آشغال تو اتاقش آورده و جای جای اون انداخته. روز بعد نیم دوباره پیش همون درخت میره، این بار کلی شمع روشن میکنه و همه روز رو به تلاش برای ارتباط با این روح میگذرونه. مادر و دایی مینک هم برای دریافت تماسی به ایستگاه پلیس میرن. سرنخی از مینک پیدا کردن که یه ویدیوه. یه راننده تاکسی این ویدیو رو برای پلیس آورده که توضیح داده مینک رو برده وسط جنگل. یه لفه دختر که هیچ حرفی نمیزده پیاده شده و رفته وسط درخت ها. راننده هم ترسیده و خواسته فرار کنه که یه لفه دیده مینک جلوش ظاهر میشه. از طرف دیگه راهش رو میگیره و در میره. اما خب به هر حال سرنخ چیز خاصی رو بهشون نمیفهمونه. یک ماه از قضیه میگذره، همچنان خبری از مینک نیست و هر روز خالش به همونجا میره و همون مراسم ها رو اجرا میکنه. بالاخره بعد یه ماه وقتی یه تخم مرغ رو میشکنه مایه سیاهی بیرون میاد و یهو خشکش میزنه. به فیلم بردار توضیح میده این مایه سیاه یعنی برادر مینک اصلا ارتباطی با قضیه نداره و نمیخواد به خواهرش آسیبی برسونه. سوار ماشین میشه و سری به همون جنگلی میره که آخرین بار مینک رو توش دیده بودن. با سرعت وسط جنگل راه میره و بعد گشتن به یه خونه خرابه میرسه. همه طبقاتو میگرده و بالاخره خواهر داداشو با ظاهری داغون و بیهوش پیدا میکنه. میبرش بیمارستان و خواهر برادرش هم میان همونجا. دکتر میگه حالش خوبه، فقط آب بدنش کم شده. حالا نیم به خاطر پیدا شدن خواهرزادش به محل عبادت خدای بایان میره تا نذری که کرده بود ادا کنه، که با صحنه وحشتناکی هم روبرو میشه. سر مجسمه خدای بایان کاملا جدا شده و افتاده زمین. خیلی این قضیه برای نیم مهم و ترسناک و به هم میریزه. میایم خونه و مینک رو میبینیم که مرخص شده، اما رفتارش مثل روانی هاست و حتی نگاه کردنش هم ترسناکه. نیم بعد اتفاقی که توی عبادتگاه افتادن به همینجا میاد و مینک رو میبینه. یه دفعه مینک لبخند شیطانی میزنه و میه طرف خالش. با صدای ترسناک میگه پس کاری که کردیم و بالاخره دیدی، حالا اگه گفتی ما کیم؟ و یه دفعه شروال خودش رو در میاره و میخنده. بقیه میخوان جلوشو بگیرن اما موفق نمیشن. حتی مینک طرف دایی خودش میره و میخواد به زور باهاش رابطه برقرار کنه و در آخر موفق میشن جلوشو بگیرن. نیم دعایی با صدای بلند میخونه و خواهر برادرش هم مینک رو میبندن. هرچی دعا پیش میره رفتار مینک خشنتر میشه و یهو از حال میره. نیم میگه هنوز جریان تمام نشده و سری ستایی مینک رو به جای دیگه میبرن. اینجا با یه جنگی آشنا میشیم که یکی از دوستهای نیمه. دستی به سر مینک میکشه و با ترس میگه بیشتر از صدها نیروی شیطانی بدن مینک رو تسخیر کردن، همش هم به خاطر نسل پدرشه، همون نسل که گفتیم همه مردهاش به شکل وحشتناکی از بین رفتن. جنگیر توضیح میده اجداد مینک خیلی بیرحم بودن و شغلشون جلادی بوده، جون هزاران نفرم گرفتن. یکی از این آدمایی که جونشون رو گرفتن تمام نسل مینک رو نفرین کرده و حالا مینک اولین دختر از این نسله. برای همینم هم این نفرین وحشتناک‌تر همیشه داره خودشون نشون میده، مخصوصا که یه مراسم بهونه خدای بایان انجام دادید و باعث شده روح‌ها وارد بدنش شن. بعدم قبول میکنه که مراسم جنگیری رو انجام بده، اما باید چند روز صبر کنن تا همه چیز آماده شه و تو این مدت هم حواسشون حسابی به مینک باشه. گروه فیلم برداری هم برای کمک کلی دوربین تو این خونه نصب میکنن، بلکه حواسشون به مینک باشه. چند شب گذشته و دارن فیلم ها رو میبینن. میبینیم که هر شب مینک مثل حیوان های وحشی رفتار میکنه. گوشت خام یخچال میخوره، همه چیز رو به هم میریزه و فریاد میکشه و کار وحشتناک دیگه اش اینه که سگ خانواده رو زنده زنده میندازه تو قابلمه و میپزه و جلوی دوربین
دوربین میخوره. حتی میبینیم که شب قبلی به اتاق خانواده دایش رفته و به شکم زندایش دستی کشیده و همین که رفته زندایی با درد از خواب پریده. حالا میفهمیم که این فیلم ها رو دارن به دایی میک یا همون مانیک نشون میدن. یه رفعه میگه که پخش زنده رو برام بیارید. میبینه که همین لحظه میک رفعه تو اتاق خودشون. میخنده و به آرومی پسردائیش رو از گهواره برمیداره. این مرد یعنی مانیت با وحشت میدوه خونه، ولی وقتی میرسه خبری از پسرش و میک نیست. با ترس بیشتری اطراف خونه رو میگرده و فریاد میزنه که یه رفعه پسرش رو زمین میبینه. حالا پسرش خوبه، فقط گریه میکنه و مینک وسط چمنزار با لبخندی شیطانی بهشون زل زده. همینم باعث میشه با کلی قفل و زنجیر اونو تو اتاقش زندانی کنن. حالا روز قبل از مراسم جنگیری نهایی میرسه. نوی به خونه خواهرش نیم زنگ میزنه، اما هرچی تماس میگیره کسی جواب نمیده. نگران میشه و میره اونجا. همینجاست که خواهرش رو تخت میبینه در حالی که جونش رو از دست داده. دلیلش هم اصلا مشخص نیست و حالا که مدیوم اصلی ما از بین رفته، جنگیر میگه خیلی سریعتر باید مراسم ما انجام بدیم. این جنگیر یه سری شاگرد هم داره و همه با هم دیگه به همون خونه میرن که مینک بعد یه ماه توش پیدا شده بود. کلی لوازم اونجا میشینن و مراسم رو آماده میکنن. حالا میبینیم که فیلم بعدا داره با جنگیر مصاحبه میکنه. اون توضیح میده جایی که مینک رو بعد یه ماه توش پیدا کردن خیلی مهمه، چون شیاطین از اونجا وارد شدن. مراسمی هم که میخوایم انجام بریم همونجاست و اینطوریه که حالا به جای خاله مینک مادرش قبول کرده واسطه باشه، چون دیدیم که خالش از دنیا رفته. با یه تلس میخوایم شیاطین رو از بدن مینک به مادرش انتقال بدیم. منتها به خاطر پارچه‌ای که رو سرشه اونا نمیتونن کامل وارد شن و من با خوندن یه دعا اونا رو وارد یه ظرف مقدس میکنم و درشو میبندم که دیگه نتونن خارج شن. مراسمی که وقتی اجرا میکننش تقریبا درست پیش میره و توی همون خونه خرابه مادر مینکو به تسخیر در میارن. بعد با خوندن دعایی مایه سیاه رنگی یهو بالا میاره و سری در رو ظرفم میبندن. از اون طرف هم زندایی مینک و بچهش همراه یکی از شاگردهای جنگیر و فیلم برداری تو خونه موندن و وظیفه‌شون هم اینه که با دعاهایی که آویزون کردن از خروج مینک تا پایان مراسم جلوگیری کنن، ولی ممکنه همه چیز خراب شه. این وسط یه رفعه زندایی مینک فریادی از ترس میکشه، چون صدای پسرش رو از اتاق مینک میشنوه و میبینه که از کنارش ناپدید شده. بدون توجه به هیچی میدوه و در اتاق رو باز میکنه. به محض باز شدن در میریم پیش جنگیر که یه رفعه حالش بد میشه و بدنش میلرزه. میفهمه که همه چیز داره خراب میشه و برای همینم تصمیم میگیره فداکاری کنه. در حالی که ظرف شیطانی دستشه از بالای ساختمون میپره پایین و جون خودش رو میگیره. برمیگردیم به خونه مینک. همین که زندایش میاد تو با وحشیگری و یه چاقو بهش حمله میکنه و جونش رو سریع میگیره. حالا میادش بیرون. فیلم بعد را ترس میدو طبقه بالا و فریاد شاگرد جنگی رو میشنوه که به شکلی دردناک توسط مینک از بین میره. لحظاتی بعدم میاد سراغ خودش و جون فیلم بردارم میگیره. برمیگردیم به همون خونه خرابه. قسمت دیگه یک گروه فیلم برداری بیرونن و سر و صداهای از داخل میشنوند. یه رفعه یکی از شاگردهای جنگیر میاد و رفتارش مثل حیوان ها میشه، که یعنی تسخیر شده. همین اتفاق برای چند نفر دیگه هم میفته و با وحشیگری به همه گروه فیلم برداری که بیرونن حمله میکنن. داخل خونه هم شرایط بدتره. مادر مینک یا همون نوی بالاخره به هوش میاد و از ته دل میخنده. داد میزنه خدای بایان بالاخره وارد بدنم شده و میتونم کمکتون کنم. برادرش هم کنارش و شاگردهای جنگیر دوباره امید میگیرن. نوی میگه ظرف شکسته رو سری بیارید که مراسمو بعد تموم کنم. همین کارم انجام میدن و گرفه این نوی با صدای بلند میخنده. یه سری عود روی زمینن که همه رو برعکس میکنه و گرفه همه شاگردهایی که داخلن فریاد میکشن. شاگردا مثل حیوان شدن و همشون دوباره مورد تسخیر قرار گرفتن. دایی مینکم همینطور که گرفه به یکی از فیلمبردارها حمله میکنه و بعد اینکه جونشو میگیره از ساختمون میپره پایین. حالا تنها فیلمبردار باقی مونده میخواد در بره که موفق نمیشه، چون مینک همراه شاگردهای تسخیر شده دارن پله ها میان بالا. برای همین برمیگره به همون جایی که بود و توی تاریکی گوشه پناه میگیره. با دید در شب داره میبینه که مینک و مادرش به روی هم میرسن. مادر دستش رو سر مینک میذاره و وردی میخونه که یه رفعه مینک اونو مادر صدا میکنه. نوی میفته زمین و مینک یه رفعه روش بنزین میریزه. به فیلم بردار نگاهی میندازه و با حمله جون اونو میگیره. حالا دوربین افتاده روی زمین و نشون میده که همه ساختمون داره آتیش میگیره، در حالی که یه عروسک شیطانی هم جلوشه و فامیلی مینک روش نوشته شده و توش کلی میخ رفته. سکانس آخر یکی از مصاحبه هایی هست که با نیم شده و چند روز قبل از جنگیری نهاییه. تو این مصاحبه نیم میگه اتفاقهایی که برای خواهرزادم داره میفته خیلی ترسناکند و من باورم به خدای بایان ضعیف شده، چون هیچ قدرتی انگار ندارم. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. 93% مردم دنیا از بیماری به نام شست کج رنج میبرن. لطفا لایک و بزن بفهمم سالم.
مرسی. پایان بندی مدیوم یه مقداری شک و شبهه تو ذهن ما میذاره که یه سریاشو من میگم شاید یکم ذهنتون آروم بگیره، ولی بعضیاش هست که هنوز خود منم متوجهشون نشدم و خود کارگردان در موردشون حرفی نزده. اول از همه اون عروسکی که آخر فیلم دیدی تو اون خونه خرابه بود و بهش میخ فروش شده بود و فامیلی خانواده مینگ نوشته بود. در طول فیلم ما فهمیدیم که اجداد مینگ کاری داشتن مثل یه جلاد که جون خیلی ها رو گرفته بودن و این وسط یکی از کسایی که همین بلا سرش میاد نسل خانواده ایشونو نفرین میکنه، نفرینی که تمام مردا رو از زمین حذف میکنه و همین که به یه زن از این نسل میرسه بدترین کارهای خودش رو انجام میده. حالا میفهمیم که چرا میک بعد یک ماه گم شدن تو همین جایی پیدا شد، چرا جنگیری اینجا اتفاق افتاد و اصلا روحهای شیطانی از همینجا وارد بدنش شدن. به خاطر اینکه کسی که این خانواده رو نفرین کرد با همین عروسک کارو انجام داد و بعد از اینکه اون میخا رو بهش فرو کرد اون انداخت تو همین خونه خرابه، همینم باعث شده که اصلا همه چیز از اینجا شروع شه. نکته دوم در مورد نیمه، همون مدیوم اصلی که داشتیم از اول فیلم باهاش آشنا شدیم و خب روز قبل از مراسم جنگری نهایی جونش رو از دست داد. مصاحبه ای هم که آخر فیلم ازش دیدیم داره میگه که من ایمانم ضعیف شده به خاطر اینکه حس میکنم خدای بایام من قدرتی نداده که نمیتونم کمک میک بکنم. خب اینجا یه سوال پیش میاد، نیم یا کلن مادرش، مادر بزرگش، همه اینها واقعا قدرتی داشتن که خدای بایان واردشون شده یا فقط گول میزنن و توهم داشتن؟ به خاطر اینکه ما توی فیلم هیچ جایی نمیبینیم که قدرت خاصی از این زن رخ بده. کارهایی که انجام میده مثل همون دعایی که میخونه تا بفهمه که برادر میک داره این کار رو میکنه یا نه، کارهایی هست که هر آدمی ازش برمیاد، هر آدمی که مثلا اعتقاد به خدای بایان داشته باشه میتونه همچین کاری انجام بده. برای همینم هم هیچی نیست که ثابت بکنه نیم واقعا قدرت خاصی داره. حتی تو همون مصاحبهش هم میگه من واقعا دارم این چیزهایی میبینم که انگاری ایمانم ضعیف شده و روز بعدی جونش رو از دست میده. حالا سوال من از شما اینه که به نظرتون نیم واقعا قدرت داشت یا نه همیشه دروغ میگفت؟ اگه واقعا قدرت داشته روزی که جونش رو از دست داد دلیلش این بوده که اعتقادش رو به خدای بایان از دست داده. وقتی اعتقادش ضعیف میشه از بین میره، شاید اتفاقی که برای مادر و مادر بزرگش هم افتاد. اگرم که قدرتی نداشته که خب قطعا تحصیل همون شیاطین از بین رفته. همین هم هست که باعث میشه آخر فیلم همه چیز بد پیش بره. خب ما میدونیم که مراسم اصلی جوری بود که اصلا قرار بود همین مدیوم یا نیم بیاد و روحها وارد اون بشن و بعد همه چیز رو تمام بکنن. وقتی زندایی میک صدای بچه رو میشنید نمیذاش بره داخل و کلا همه چیز شاید خیلی خیلی خوب تموم میشه، ولی خب متاسفانه اینطوری پیش نرفت. نکته بعدی که میخوام بگم، ما یه جایی وقتی که فیلمبردارا دارن با دوستهای میک صحبت میکنن میفهمیم که یه بچه انداخت. چیزی که وقتی میفهمیم با برادرش ارتباط داشته خب یه جورایی میفهمیم که چرا جون خودش رو گرفته بوده. قطعا میک از برادرش باردار شده و برادرش وقتی اینو فهمیدن نتونسته تحمل کنه جون خودش رو گرفته و شاید اصلا بارداری میک از برادرش باعث شده که روحهای شیطان بیان طرفش. به خاطر اینکه اگه بچهش پسر بوده باشه و این نفرین همینطوری نسل به نسل بیاد جلو، یه جوری انگاری تو بدن میک بوده، همینم در آخر باعث شده که اون روحها واردش بشن. در آخر هم بگم که سینمای تایلند، سینمای کره جنوبی، کلا آسیا خیلی برای ما جذابه به خاطر اینکه چیزهایی توشون دارن که خیلی با زندگی و فرهنگ ما شباهت داره. مثلا همین کارهای دعاهایی که میخونن، جنگیریهایی که انجام میدن، اینجور چیزها توی فرهنگ ما زیاد دیده شده و سبک ترسایی که میسازن در نهایت به ما خیلی نزدیک تره. برای همینم هم پیشنهاد میدم حتما فیلم های خوبش رو ببینید، مثل همین مدیوم که نمره های خیلی خوبی هم گرفته بود و مرسی اونا که پیشنهاد دادن تا من ببینمش، چون اصلا وقت نکرده بودم تا الان سرش بشینم. مرسی از حمایتاتون، نظراتتون رو بنویسید، من همه رو میخونم و رندوم قرارشون میدم هر کدومو که ببینم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایبتون نره. روزتونم گلسی.